بهترین داستان بهلول که صدای پول را میفروخت. دوستان عزیزم، در این داستان زیبا شما خواهید شنیدن که مرد فقیری با کلپزی در جنجال است و از بهلول میخواهند تا قضاوت کند. بهلول هم قضاوت خیلی عجیبی میکند. این داستان جذاب را حتما تا پایان بیننده باشید. ممنون از لایکتان. بود نبود در زمانهای قدیم مردی بادیه‌نشینی فقیری بود که از شدت گرسنگی از خیمهش بیرون شد و رفت در بازار تا شاید چیزی میزی پیدا کند تا بخورد. رفت و رفت تا رسید به شهر و در نزدیکی دروازه شهر دکان کلپزی بود که بوی غذاهای پخته شدهش تا دور جاها میرسید. مرد فقیر بیچاره چنان این بوی غذا به مشامش خوشایند میرسید که از بس لذت برد مقابل همان دکان ایستاد و مست و مدهوش به طرف دیگه کلپز میدید. بعد از آن که چند دقیقه آنجا ایستاد، بالاخره طاقتش تاق شد. خورجینش را پالید تا شاید سکه یا چیزی پیدا کند که توسط آن مقدار غذا بخرد. اما از بخت بعد هرچه گشت چیز نیافت. بیچاره ناامید شد تا اینکه چشمش به تکه نان افتاد که در زمین افتاده بود. خوشحال شد و به عجله دوید و آن را برداشت. سپس رفت و نزدیکی دیگه کلپز ایستاد و بعد با صد ترس و لرز نانش را پیش کرد و بالای بخاری که از سر دیگ بلند می شد گرفت. نان را خورد و می خواست که حرکت کند. صاحب دکان که مردی فریبکار و حرامخوار بود گفت: تو از بخار دیگ من استفاده کرده ای، باید پولش را بدهی. مردی بیچاره گفت: ببین لالا، من خیلی گرسنه بودم، بوی غذای تو بسیار خوشم آمد و نتوانستم از دم دکانت رد شوم. به خاطر پولی که نداشتم فقط با بخار دیگت نانم را خوردم. کلپس وقت فهمید که این مرد به این حد گرسنه است، بیشتر از پیش تیغش تیزتر شد و گفت: یا همین حالا پولم را میدهی یا تو را به دست سربازان میسپارم. مرد فقیر بیچاره هرچه عذر و زاری میکرد فایده ای نداشت. سپس بناچار سکوت کرد. در این گیرودار و سر و صدا مردم جمع شدند و هر کس به خاطر این که شاید از کلپز چیزی به دست بیاورند به نفع او قضاوت کردند و مرد بادیه‌نشین بیچاره را ملامت کردند و گفتند: تو باید پول غذا را بدهی. مرد فقیر که از همه جا درماند این طرف و آن طرف را دید تا اینکه چشمش با بهلول افتاد. بهلول را دید و او را گفت: بهلول دانا، تو که مرد صادق و راستگوی هستی، این موضوع را قضاوت کن. سپس تمام ماجرا را به بهلول قصه کرد. در آنجایی که بهلول نزد خلیفه شهر عزیز بود و گاهی به خاطر زیرکی او حاضر جوابیش از شاه انعام می گرفت، همه مردم قبول کردند تا او قضاوت کند. بهلول سرش را تکان داد و از کلپز پرسید: آیا این مرد از غذای تو خورده است؟ کلپز گفت: نه، ولی از بوی و بخار آن استفاده کرده. بهلول وقت دید که ناشپز تا این اندازه مرد بدی است گفت: این مرد را کار نداشته باشید، من خودم پول تو را می دهم. کلپس خوشحال شد که این حیلهش به کار افتاد. در این موقع بهلول چند سکه را از جیبش کشید و آن را بر زمین انداخت. سپس دوباره آن را جمع کرد و گفت: ای آشپز، این هم صدای پول، آن را بگیر. آشپز با عصبانیت و تعجب گفت: این دیگر چگونه پول دادن است؟ بهلول گفت: این کار من مطابق عدالت است. کسی که بوی غذا را بفروشد در عوض
باید صدای پول را تحویل بگیرد. سپس راهش را گرفت و رفت. تمام مردم خنده کردند و از این گونه قضاوت خوب بهلول به او آفرین گفتند و بهلول بیشتر از پیش در بین مردم عزیزتر شد. پایانی داستان. خوب دوستان عزیز، به نظر شما قضاوت بهلول چگونه بود؟ حتما در کامنت ها برای ما بنویسید. آها، فراموش نکنین که چنل سابسکرایب و ویدیو را لایک کنین. تا قصه و حکایت دیگه، خداحافظ.